ماجرای جدید از قتل داریوش مهرجویی و همسرش باز هم همه را شوکه کرد. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. قاتل داریوش مهرجویی آشناست و 4 جوان افغانی نیست. این هم یک سناریوی جدیدی مدت‌ها پس از اعلام کردن 4 متهم افغان به قتل داریوش مهرجویی و همسرش هستش که بعد از مدت‌ها باز هم سوژه رسانه‌ها شد. اعلام شده که قتل داریوش مهرجویی و همسرش کار یک فرد آشناست، کسی که آقای مهرجویی او را می شناخته و به هیچ اجباری وارد منزل و حریم شخصی مهرجویی و همسرش شده. گفته شده آقای مهرجویی رو کسی کشته که در واقع یه جورایی باهاش دوست و آشنا بوده و آقای مهرجویی از ورود او به منزلش ممانعت نکرده. فرضیه های زیادی از قتل داریوش مهرجویی و همسرش تا کنون مطرح شده که تا حالا همشون به عبارتی زد و نقیض هایی داشتند، اما حالا این بار بهروز افخمی، کارگردانی که چند روز بعد از به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و همسرش وارد محدوده شهرک محل اقامت زنده‌یاد داریوش مهرجویی و همسرش شده بود و اعلام کرده بود و گفته بود من برای ساخت یک مستند به اینجا آمدم، آقای کارگردانی که خیلی از بازیگران و همکارانش به خاطر نیشخند بسیار تمسخر آمیزش به قتل مهرجویی و همسرش گلایه و انتقادات بسیار شدیدی رو داشتند. یکی از بازیگران سینما و تلویزیون با منتشر کردن چند پست و استوری در پیج اینستاگرامش اعلام کرد و گفت وقتی خبر قتل داریوش مهرجویی رو شنیدم یکی از همکارانم با من تماس گرفت و مجدد این خبر رو به من گفت و من متعجب شدم و بهش گفتم ای کاش بهروز افخمی رو به جای داریوش مهرجویی به قتل میرسوندند. این سخنان همکاران و بازیگران آقای بهروز افخمی در مورد آقای کارگردان مشهوری است که برای ساخت مستند قتل همکار بسیار محبوب و مشهورش وارد شهرک محل اقامت او میشه، آن هم با یک لبخند تمسخر آمیز شروع به مصاحبه میکنه و از ساخت مستند خودش ابراز خوشحالی میکنه که دوستش رو به قتل رسوندن، که این آقا با به قتل رسوندن دوستش حالا دیگه میتونه یک مستندی رو در باب قتل یک کارگردان مشهور ایرانی تهیه بکنه و به نون و آبی برسه. و ظاهراً لبخند رضایت بخش بهروز افخمی از قتل داریوش مهرجویی بسیاری از منتقدان او رو باز هم به فکر فرو میبره و حتی عده‌ای از منتقدان او اعلام کردند و گفتند میگن همیشه قاتل بعد از اینکه یک قتلی رو منجر میشه میاد سر صحنه جرم، نکنه قاتل یک فرد آشناست که لبخندی هم به روی لب داره و حالا میخواد یک مستندی هم تهیه بکنه. البته این گفته ما نیست. بسیاری از منتقدان آقای افخمی هم از بازیگران و بسیاری از همکاران ایشون و حتی بسیاری از کاربران فضای مجازی بعد از مصاحبه بهروز افخمی با یک لبخند تمسخرآمیز حرفای این چنینی رو راجع به این کارگردان اعلام کردند و نوشتند. البته ناگفته نماند که بهروز افخمی هم اعلام کرده من هم نظرم اینه که کار خودی هستش، این قتل کار یک غریبه نیست. همچنین افخمی در ادامه گفت اگر این اتفاق در آمریکا رخ میداد چندین فیلم و کتاب درباره اون نوشته میشد، اما اینجا نه تنها خودشون چیزی نمیسازند بلکه چشم دیدن دیگران که قصد دارن در این زمینه فیلمی را تولید کنند رو هم ندارند. فیلم داستانی و فیلم مستند قتل داریوش مهرجویی
و همسرش و کل این ماجرا رو خواهم ساخت. این هم یک التیماتوم آقای افغمی به همه مخاطباش بود. اما اینجا آقای مرجویی و همسرش که به قتل رسیدند و به رحمت خدا رفتند و حالا دردانه آنها مونا مرجویی هستش که غمگین ترین و تنها ترین دختر ایران شناخته شده. اما حالا کسانی که برای او دایه مهربان تر از مادر شده بودند در مراسم خاک سپاری پدر و مادرش و آنچنان صف طولایی رو درست کرده بودند و همه می گفتند من با آقای مهرجویی نزدیک بودم و ما اصلا رفیق گرما به گلستان بودیم، آیا همه این هنرمندان و نزدیکان با آقای مهرجویی خبری از دردانی آقای مهرجویی و وحید محمدی فر دارند؟ آیا کسی با خبره که مونا مهرجویی چطور شبهاش رو به صبح میرسونه و در حال حاضر کجا زندگی میکنه، اصلا با چه کسایی زندگی میکنه؟ گفته شده مونا مرجویی با همه همسن و سالای خودش تفاوت‌های خاصی داشت. او عاشق هنره و هنر رو بسیار دوست داره و تقریبا بیشتر عمرش رو در سفر و زندگی در خارج از کشور گذرونده. مونا مرجویی یک خواهر و برادر ناتنی داره. آقای داریوش مرجویی دو فرزند هم به نامهای صفا مرجویی و همچنین مریم مرجویی دارند که تقریبا میشه گفت مونا مرجویی جای بچه فرزندان بزرگتر آقای مرجویی هست و دو فرزند آقای مرجویی در آمریکا زندگی میکنند و مونا حتی دسترسی به خواهر و برادرش هم نداره که بتونه در کنار اونها یک زندگی رو داشته باشه. در حال حاضر امکان داره مونا مرجویی در کنار خانواده مادرش زندگی بکنه و برای او آرزوی سلامتی و روزهای خوش رو داریم. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به قتل آقای مرجویی و همسرش در قسمت کامنت ها بنویسید. با همه سر و صدایی که این قتل در کشورمون داشت، در نهایت در سکوت خبری باقی ماند و خبری از سرنوشت قاتلانه مرجویی و همسرش وحید محمدی فر نشده. اما حالا بهروز افخمی با مصاحبه های جنجالیش باز هم سر و صدای زیادی راه انداخت و هم منتقدان بهروز افخمی و حالا هم خودش اعلام و اعتراف کرده که این قتل کار خودیست و کار 4 جوان افغانی نمیتونه باشه. لطفاً شما هم نظراتتون رو برامون بنویسید. به نظر شما قاتل اصلی داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر چه کسی یا چه کسانی هستند؟ لطفاً لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک و سایر کشورها لطفاً شیر بکنید و حتماً و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا نیوز تی وی و فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید، روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و حتماً کامنت بذارید و ویدیوها رو ببینید و لایک کنید. با تشکر از همراهی همیشگیتون منتظر ویدیوها و خبرهای جدید از کانال های ما باشید. شب و روز بر شما عزیزان خوش.